تو بازار موبایل این روزا یه سری گوشی های جدید اومده یه سری گوشی های قدیمی هست که تو این ویدیو میخوام 15 16 تاشو بهتون بگم که نخرید دیگه ارزش خرید نداره و جایگزیناشو بهتون میگم سلام به موبکس دوست داشتنی من مهدی شجری هم خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه ویدیویی که میتونه مهم باشه چون جلوی دورریز پولتون رو میتونه بگیره قبل از هر چیزی بهتون بگم که ما تو سایت موبودات نیوز یه دونه مقاله راهنمای خرید داریم که هر ماه آپدیت میشه میتونید هر ماه چیه هر 10 روز آپدیت میشه خواستید گوشی بخرید حتما به اون مقاله سر بزنید لینکش رو براتون پایین میذارم بریم سراغ گوشیایی که ارزش خرید نداره تو بازی 4 5 تومن دور A04 و A04S رو خط بکشید چرا چون جاش A05 اومده الان که گوشیه که تازه وارده تازه نفسه و میتونه بهتر براتون باشه a 5 هاشی کمتر توی نمایشگر بهتون میده پردازنده هلوجی 85 اش از PC 5 و پنج و اگزینوس 850 قوی تره و از طرفی آداپتور 25 واتی یعنی شارژ 25 واتی رو میتونه پشتیبانی بکنه البته که آداپتور تو باکس هیچ کدومشون نیست ولی تا شارژ 25 واتی کارو براتون شیرین در میاره نکته جذاب قضیه اینجاست که a 5 رو میتونید با حافظه و رم بالا بهتر تو همون قیمت به نسبت A04 و A04E بخرید تر نیست واقعا تو یه قیمتا ولی 64 4 گیگرم رو میتونید بگیرید اون بر باید 32 گیگ گیگرم بگیرید SF4 EU پس بریم سراغ SF5 بریم سراغ بازه بعدی این بازه SF4 ای, ای رو هم میگم نخرید بهجاست جاست 5 اس بخرید چرا؟ چون صفحه نمایش بهتر بهتون میده صفحه نمایشش 90 هرسیه از طرفی پردازنده استم داراگون بهتون میده که پردازنده بهتریه دوربین قوی تر و بهتری بهتون میده آدابتور 25 واتی هم پشتی بانی. میکنه در حقیقت تو همه بخشا میشه گفتش که ASF 5S از ASF 4 ای که هم قیمت هستن بهتره پس بهتره که تو بازه قیمتی همون حدود 5 تومن به جای ASF 4 ای بریز روی ASF 5S مدل پودل رو بگیلو بگیلو بگیلو. دیگه قاطی میکنه آدم <تصفح> بازه قیمتی بعدی حدود 5-6-7 تومن آقا ردمی 9 سی ردمی 9 سی ردمی 10 سی حتی ردمی 12 سی رو دیگه نخرید چرا چون ردمی 13 سی اومده که هم صفحه نمایش بهتر بهتون میده 90 هرسیه هم پردازندش اگر پایین تر یعنی بالاتر نباشه پایا پایه یه پردازنده بهتر بهتون میده دوربین بهتر بهتون میده آداپتورش بی... بهتر شده 18 وات در مقابل 10 واتی که روی 12 سی میبینیم درسته که 10 سی هم 18 ولی این ور آداپتورش بهتره و گوشی جدیدتر آپدیت های بیشتری میتونه بگیره پس به جای ردمی 9 سی ردمی 10 سی ردمی 12 سی چون توی بازه قیمتی هستن بذاریدشون کنار رو برید سراغ ردمی 13 سی شاید بگید آقا 13 نه نحس کی گفته اصلا اینطور نیست ردمی 13 سی میتونه بهتر باشه اینم از این بریم سراغ بازه بعدی به جای ردمی 10 و ردمی 10 A بهتره برید رو پوکو ام 5 اس چرا چون صفحه نمایش امولد بهتون میده پردازندهش به شدت بهتره دوربین یه مقدار بهتری داره و آداپتور 33 واتیه در مقابل 18 وات پس ردمی 10 و ردمی 10 ای و نرید سراغش هنوز تو بازار هست دارن میفروشنش شاید هم پرفروش بوده یه تایمی از این به بعد اگه خواستید بخرید به جای این دو تا گوشی پوکو ام 5 و اس میتونه انتخاب بهتری باشه چون اولا که همون پنل امولیدش کارو براتون در میاره پردازنده بهتر دوربین بهتر حافظه بالاتر و از اون طرف طور سریعتر بهتون میده اینم از این بریم سراغ بازی بعدی که یه مقداری جنجالی میشه قضیه اینجا یه دونه A14 داریم A14 خودش از زمانی که وارد بازار شده هنوز زیاد نگذشته و گوشی بود که اون موقعی که اومد تو بازار واقعا ارزش خرید خوبی داشت ولی الان A15 اومده A15 بهتون پنل امولد میده که پنل امولدش باز میگم خیلی جذاب تره پردازندش هلیو g 99 که در مقابل هلیو جی 80 میتونه بهتر باشه دوربینش تقریبا توی ماهی از شارجده یاش هم توی ماهی است ولی A15 به جای آدابتور 18 واتی یعنی ساپورت آدابتور 18 واتی میتونه 25 واتو ساپورت بکنه یعنی عملا یه صفحه نمایش امولد دارید امولدی که تو سامسونگ معمولا خوب امتحانشو پس میده و یه پردازنده به روزتر دارید هم گوشی یه 9 10 ماه جدیدتر دارید آداپتورتون هم که سریعتر میشه و بیش زودتر میتونید شارژ بگیرید ای 14 محبوب باحال با نمک خیلی هم ازش نگذشته ولی دیگه الان داش بزرگه اومده داش کوچیکه میشه بزرگه داش کوچیکه میشه بزرگه داش کوچیکاست دیگه بعد دهم اومده سامسونگ هم شیکم به شیکم میزاده یعنی هنوز نو ما بگذره بعدی اومده که الان اگر میخواید بین این 14 و 15 ایکیو انتخاب بکنید بهتره ای 15 داشته باشید <تصفح> یه نکته ای رو همینجا بهتون بگم گوشی هایی که میگم الان نخرید اگر الان داریدشون دلیل نمیشه که الان ناراحت بشید به خاطر اینکه الان یعنی همین الان یکی میخواد بره گوشی بخره بهتره که سراغ اینا نره ولی شما که قبلا خریدید دیگه خریدید و از ازش استفاده بکنید و کارو در بیارید اختلافشون هم انقدی زیاد نیست ترجیحا اون چیزی که من میگم میتونه یه مقداری بهتر باشه پس اگه الان این گوشی هایی که بهتون میگم نخرید رو دارید نگران و ناراحت نباشید که وای عجب چیز بدی و فلان و اینا نه شما میتونید استفاده بکنید ولی اگه الان یکی میخواد بره بخره بهتری که بره سراغ چیزایی که میگم البته اگه منو قبول دارید بریم سراغ بازه بعدی خب تو این بازه قیمتی یعنی 7 8 تومن به جای ردمی 12 همچنان میتونید برید سراغ پوکو ام 5 اس چون پنل امولد بهتون میده صفحه نمایش بهتر میشه پردازنده بهتر بهتون میده دوربین بهتر بهتون میده باتری بهتر بهتون میده و آداپتور بهتر بهتون میده. به جای Redmi 12 برید سراغ پوکو M5s. همه بخشاش میتونه بهتر باشه. یه چیزی رو تو پرانتز میگم. Redmi Note 10 هم بهتره نرید سراغش. هنوز تو بازار هست. پوکو M5s میتونه بهتر باشه. رقابتش با Redmi Note 10 خیلی زیاد نیست ولی Redmi Note 10 تقریبا یه سال و نیم ازش گذشته و بهتره که برید سراغ پوکو M5s که 9 ماه ازش گذشته. البته که اگه بخواید تو این بازه هزینه بکنید اگه یه ذره بازار رو ببرید بالاتر گوشی‌ها و انتخاب‌های بهتری هم هست پس به جای ردمی دوازده خالی و تو پرانتز ردمی نوت ده بهتره که برید سراغ همون چی شد؟ پوکو 5 اس اگه لپتاپم زنده بمونه بازه قیمتی بعدی تقریبا 9.9 به جای ام سی یه ذره پایین تر هشت و نیم به جای ام و حتی ام سی او برید سراغ ای سی او چون که هم قطعات بیشتر براش میاد هم روندتر تو بازار حالا ام سی که پردز... صفحه اصلا تی اف تی ام او که کلن بذارید کنار فقط یه باتری خوب بهتون میده ازش هم گذشته حتی اگر هم سری ام بخرید به جای ام برید رو ام 4 ولی من میگم به جای ام هم میتونید برید سراغ ام اکس سری براش پیدا نمیشه هم تو این سری بخشای خیلی خفیف مثل دوربین دوربینش هم رقابتش خیلی با 24 پایا پایا ولی معمولا سامسونگ توجهش به سری A بیشتر از سری M معمولا آپدیت‌های سری تری می‌گیره پس به جای mcu و MCU4 تو بازه 8.5 9.5 می‌تونید برید سراغ ACU4 یه مقداری میتونه بهتر باشه از mcu سی که قطعا بهتره ولی بین MCU4 و ACU4 به نظر من برید سراغ AC4 بازه قیمتی بعدی حدود ده میلیون تومن یه مقداری حرفی که میخوام بزنم شاید ناراحتتون بکنه Redmi نوت 12 پرو 4 رو الان دیگه وقت خریدش نیست ردمی نوت 10 جیر Redmi نوت 12 پرو 4 چرا؟ چون پردازندش یه مقداری توی بلند مدت امتحانش رو خوب پس نداده جایگزین براش سخته یه ذره اگه بتونید یکی دو تومن ببرید بالاتر ردمی نوت 13 پرو فورجی میتونه یه انتخاب خوب باشه اونو البته وایسید تا بررسیش کنم به زودی بررسیش میاد ولی به جاش میتونید ای سی و رو بخرید اما اگر خیلی روشیامی هستین به جای ردمی نوت 12 پرو فورجی میتونید برید سراغ انتخاب یه مقدار قدیمی تر که هنوز تو بازار هست اینو تو در گوشی بهتون میگم خیلی پیشنهاد خفنی نیست ولی پوکو F5 همچنان گوشی بهتریه به نسبت ردمی نوت دهازه پرو 4G پوکو F5 ازش گذشته اینو میدونم ولی پردازندهش صفحه نمایشش دوربینش و باتریش و شارژرش واقعا خفنه و میتونید همچنان برید روش اما در گوشی اینو بازه قیمتی بعدی حدود 11 11 میلیون تومان یه گوشی جدید اومده از سری A سامسونگ به اسم A25 که تو بازه قیمتی 11 میلیون تومنه که به نظر من هنوز ارزش خرید نداره چرا چون هنوز تب داره احتمالا یه ذره اه... نمیدونم به خاطر جدید بودنش حباب داره یا هرچی A25 رو به نظرم روی 11 11 و میلیون تومن سراغش ندید همون A34 میتونه بهتر باشه چرا میگم میتونه بهتر باشه حاشیه‌ای ها نمایشگر A34 یه ذره کمتر یه مقدار خیلی کمی پردازندش عملکرد بهتری نسبت به A25 داره صفحه نمایش بزرگتری داره و دوربینش هم یه مقدار خیلی کمی بهتری یه مقدار خیلی کمی بهتره پس به جای A25 تو بازه 11 و نیم اینطورا همون ای A34 رو بگیرید بهتره تا وقتی که a 25 بیاد رو بازه مثلا 8.5 تومن که میاد قطعا هنوز اولاشه یه مقدار بگذره میاد رو اون 8.5 میتونید a 25 رو تو اون بازه بخرید و ارزش خرید داره و به جای a 24 تا ازش استفاده بکنید ولی موقعی که 11 11 اون میخوای پول بدی ای 34 یه مقدار خیلی کمی از a 25 بهتره خیلی هم ازش نگذشته 8 نمو گذشته همش اما بخش آخر اینو بدون هیچ دلیل و بدون هیچ منطقی میخوام بگم چون که انقدر واضحه تو تمام ویدیوهای آقا نخرید من هست S20 FA هنوز تو بازاره نخرید S20 S21 FA هنوز تو بازاره نخرید A73 هنوز تو بازاره نخرید آقا من نمیدونم چیه دنبال چیه این بازی هستین ارزش خرید نداره S20 FE هنوز تو بازار قیمتش هم 15 تومنه S21 FE 17 تومنه A73 19 تومنه اینا ازش دو سال سه سال گذشته به جای اینا بری سراغ ای 54 شسته و رفته و ترتمیز همون سامسونگه که میخواید بخرید هم باتری بهتر بهتون میده هم طراحی به روزتر بهتون میده هم دوربین بهتر به روزتر بهتون میده هم سخت افزار خوب بهتر بهتون میده سراغ S20 FA S21 FA A73 نرید ازشون گذشته اینم از این کامل این ویدیو رو به همراه مقالش میتونید تو سایت موبو نیوز بخونید اگر گوشی هستش که تو این بازه قیمتی یعنی تو بازه های قیمتی ارزش خرید نداره و جایگزین داره پیشنهاد می... یعنی دمتون گرم اگه تو کامنت ها بنویسید که همه ازش استفاده بکنیم و اینکه کلی گوشی جدید اومده تو بازار خیلی زیاد که به زودی دونه دونه رگباری میفتم رو بررسی همشون که اگه خواستید بخرید دستتون باز باشه شب عیدی دم همتون گرم که تا این آخر بودین لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره که واسه دلگرمیه دم گرم که من اونم بودین من هر چی دارم از حمایت تک تک شماست مرسی از امرایتون بازهای بالا رو دیگه طولانی میشد ویدیو گفتم بچه ها سر نره ولی خیلی هست خیلی هست خیلی گوشی تو اون بازهای بالا هم هست شاید یه ادیشن دیگه یه هفته دیگه بدم که بازهای بالا رو نخرن البته مقاله کاملش تو سایت هست